بریتانیا مسیر بحث برانگیزی را در سیاست پناهندگی خود در پیش گرفته است. دولت قانون جدیدی را معرفی کرده است که به بریتانیا اجازه می دهد پناهجویان را برای پردازش و اسکان مجدد به رواندا اعزام کند. برای پناهندگان افغان، این تغییر سیاست موجی از عدم اطمینان را به همراه دارد. بسیاری از آنها به دنبال امنیت و ثبات در بریتانیا از وطن خود گریختند. این قانون جدید امیدهای آنها را تهدید می کند. بریتانیا استدلال می کند که این سیاست از عبور خطرناک از کانال مانش جلوگیری کرده و شبکه های قاچاق انسان را متلاشی خواهد کرد. با این حال، منتقدان استدلال می کنند که این سیاست غیر انسانی است و افراد آسیب پذیر را به طور ناعادلانه هدف قرار میدهد تأثیر این سیاست بر پناهندگان افغان هنوز مشخص نیست. اما بدون شک فضایی از ترس و عدم اطمینان ایجاد کرده است. وضعیت اسفناک پناهندگان افغانی که به دنبال پناهندگی در بریتانیا هستند، به وضوع در آمار و ارقام نشان داده شده است. در سال تعزیز ساس، بریتانیا بیش از هفته هزار درخواست پناهندگی از شهروندان افغان دریافت کرد. با این حال، سفر به سوی پناهندگی دشوار است و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. وزارت کشور بریتانیا گزارش می دهد که تنها درصد کمی از متقاضیان پناهندگی افغان در بدو ورود وضعیت پناهندگی دریافت می کنند. بسیاری با فرایند طولانی و پیچیده تجدید نظر روبرو هستند و اغلب سالها در بلاتکلیفی زندگی می کنند. عدم اطمینان و زمان انتظار طولانی بر سلامت روان و رفاه پناهندگان افغان تأثیر منفی میگذارد. مسیر یافتن امنیت در بریتانیا برای بسیاری از آنها طولانی و دشوار است. طرح بریتانیا برای اعزام پناهجویان به رواندا با مخالفت‌های شدیدی روبرو شده است. اولین پرواز که برای جوین دوران زازساز برنامه ریزی شده بود، در آخرین لحظه به دلیل چالش های قانونی متوقف شد. با وجود موانع، دولت بریتانیا مصمم است که سیاست رواندا را ادامه دهد. آنها استدلال می کنند که جلوگیری از سفرهای خطرناک از طریق کانال مانش و از بین بردن مدل تجاری قاچاقچیان انسان ضروری است. منتقدان استدلال می کنند که این سیاست ظالمانه، غیر انسانی و ناقض قوانین بین المللی است. سیاست رواندا بحث داغی را در مورد مسئولیت های بریتانیا در قبال پناهندگان و اخلاق براونسپاری پاری پردازش پناهندگی برانگیخته است. در آن سوی اقیانوس اطلس، ایالات متحده با بحران پناهندگان افغان دست و پنجه نرم می کند. در واکنش به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال توزه از ایالات متحده تعداد ویزای ویژه مهاجرت یا SIV را افزایش داد. دولت متعهد شد که سی و چهار هزار SIV برای اتباع افغان صادر کند. در حالی که بریتانیا و ایالات متحده بار ویکردهای مربوط به به خود در قبال پناهندگان افغان دست پنجه نرمه پنجه نرم می کنند. پاکستان همچنان میزبان بیشترین تعداد پناهندگان افغان در جهان است. پاکستان برای دها ده به عنوان پناهگاهی برای افغان ها یک هاز درگیری یو بی سباتی فرار می کنند. عمل کرد هاست هجوم آخیر پناهندگان پساز تسلط طالبان فشار قابل توجهی بر منابع و زیر ساخت های پاکستان وارده. کرد هاست بسیاری از پناهندگان افغان در اردوگاه های پر از زندگی می کنند و فاقد دسترسی به نیازهای اولیه هستند. جامعه بین المللی متعهد شده است که از پاکستان در مدیریت بحران پناهندگان حمایت کند اما اقدامات بیشتری لازم است. جامعه بین المللی متحد شده است که از پناهندگان افغان حمایت کند و پناهگاه امنی برای آنها فراهم کند. با این حال، واقعیت برای بسیاری از کسانی که به دنبال پناهندگی هستند، فرایندی کند و نامطمئن است. برخی کشورها متحد به اسکان مجدد پناهندگان افغان شدند، اما سرعت اسکان مجدد کند است. موانع اداری و زمان انتظار طولانی میتواند سالها طول بکشد. احمد مترجم سابق نیروهای آمریکایی می گوید ما از حمایتی که دریافت کرده ایم سپاس گذاریم. وعده پناهندگی کرسوی امیدی را ارائه می دهد، اما واقعیت اغلب سفری طولانی و دشوار است.